واکنش های گسترده و حملات اسرائیل در خاک جمهوری اسلامی ایران. این هدفگیری تنش در منطقه را تشدید، امنیت و ثبات کشورها و مردم منطقه را تهدید می کند. تأکید معین سیاسی وزارت خارجه بر گسترش روابط امارات اسلامی با جهان و افزوده که افغانستان باید یک دیپلماسی قوی داشته باشد. مونگا په نشته امکانات باندې دومره پیشرفتونه کړی او کوي او روان ان شاء الله. خدا باید دوام پیدا کی، نور هم قوی سی او ګړندای سی. خوشبینی ها از معافیت تعرفه های گمرکی کالاهای صادراتی افغانستان از سوی چین. آگاهان اقتصادی معتقدند که میزان صادرات کشور افزایش خواهد یافت. چین به امارات اسلامی دسترسی بدون تعرفه به بازارهای چین از جمله بخش‌های ساخت و ساز و انرژی را ارائه می‌کند. و انتصاب اویبک اسمانوف به عنوان سفیر جدید ازبکستان در افغانستان. اویبک اسمانوف دیپلمات 62 ساله به عنوان سفیر ازبکستان در افغانستان منصوب شد. سلام، من رقیه نبی‌زاده هستم. با برنامه گزارش هفت، برنامه خبری و تحلیلی خوش آمدید. در این برنامه مهمترین رویدادهای هفته را منعکس نموده و بررسی میکنیم. در این هفته با واکنش‌های گسترده و حملات اسرائیل در خاک جمهوری اسلامی ایران پرداخته و خوشبینی ها از معافیت تعرفه های گمرکی کالاهای صادراتی افغانستان از سوی چین را به بررسی میگیریم و در اخیر نیز با انتصاب اویبک اسمانوف با عنوان سفیر جدید ازبکستان در افغانستان نگاهی خواهیم انداخت. من رقیه نبی‌زاده با ارائه گزارش هفته این هفته در خدمت شما هستم. در آغاز این هفته ارتش اسرائیل حملاتی را بر مراکز نظامی در برخی از ولایت‌های جمهوری اسلامی ایران انجام داد. حملاتی که به گفته قرارگاه پدافند ایران توسط شلیک پدافندهای هوایی رهگیری شده و آسیب جدی بر اهداف اسرائیل وارد نکرده است. این حملات اسرائیل از سوی برخی کشورهای منطقه محکوم شده است. وزارت خارجه عربستان سعودی با نشر بیانیه این اقدام اسرائیل را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت ارضی و قوانین بین‌المللی خوانده است. این هدفگیری تنش در منطقه را تشدید، امنیت و ثبات کشورها و مردم منطقه را تهدید می کند. ما از همه طرف ها می خواهیم تا حد اکثر خیشتنداری و کاهش تنش ها را به کار گیرند و درباره پیامدهای ادامه درگیری های نظامی در منطقه هشدار می دهیم. کشورهای مالزیا و قطر نیز با نشر اعلامیه حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی را محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی خوانده است. این کشورها هشدار داده است که تداوم این حملات ثبات منطقه را تضعیف و دامنه درگیری‌ها را در خاورمیانه گسترش می‌دهد. مالزی خواستار توقف فوری درگیری‌ها و پایان دادن به چرخه خشونت است. اقدامات مستمر اسرائیل بدون مجازات به شدت بر امنیت و ثبات آینده خاورمیانه تأثیر گذاشته و خواهد داشت و منطقه را با آستانه درگیری گسترده‌تر نزدیک می‌کند. همزمان با این، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله اسرائیل را اقدام تجاوزکارانه خوانده و گفته است که اقدامات ارتش اسرائیل در منطقه به ویژه نسل‌کشی مردم فلسطین و تجاوز به لبنان در سایه حمایت تسلیحاتی و سیاسی آمریکا و برخی از کشورهای غربی انجام می شود. در طور کفری تقاضی رو بزند من سر مسلمان سر بتایی چی؟ او متحدانه شکر مانه در اسرائیل جواب اومی و در امریکی جواب اومی و در کفری تقاضی چی مسلمانان مانه تارس که جواب اومی. خب، در اون سپری پر اسلامی حوادونی که دشی مشران، دشی زیمان، دشی البته در قدرت خواندن موجود ندی چه اقا دید امریکی در قماندین آزادی یا دید روست در قماندین آزادی یا دیدیو که ورشی چی در الله در اوامر ولنده در الله در مخلوق پاره کارگی. وزارت خارجه پاکستان نیز ضمن محکومیت این حمله از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که نقش خود را برای حفظ صلح امنیت بین المللی ایفا و گام‌های مؤثری را برای پایان دادن به جنایات اسرائیل در منطقه بردارد. از سوی هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه حمله اسرائیل را محکوم و از پیامدهای منفی آن در منطقه هشدار دادند.
جنگ پایده شوم است که از هر دو طرف فقط انسان‌ها را قربانی می‌گیره. جنگ خاورمیانه اگر مدیریت نشه منجر به جنگ جانی سیوم خواهد شد که اثرات بسیار ناگوار را در جهان به جا خواهد گذاشت. وقت از این رسیده که شورای امنیت سازمان ملل بالای اسرائیل فشار بیاره با وصف از اینکه اسرائیل چندین بار قطعنامه سازمان ملل را نقض کرده و نپذیرفته، اما برای ختم جنگ باید کار اساسی و بنیادی صورت بگیره تا جلوگیری شود از کشتار انسان‌ها. در جریان این هفته شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه امارات اسلامی در نشستی در کابل بر گسترش روابط حکومت سرپرست با سایر کشورها تاکید کرده و افزوده است که امارات اسلامی باید یک دیپلماسی قوی داشته باشد. مونږ په نشته امکانات باندې دومره پیشرفتونه کړی دي او کویه او روان ان شاء الله. خدا باید دوام پیدا کی، نور هم قوی سی او ګړندای سی. با کوم اندازه باندې چې دا اوس روان ده، دا هم زیب خپل نسب باندې خپل شخصي دغه باندې کافی نه بولم، بلکې تر دې نه باید سرعت زیات سی. او د سرعت زیات دی دا چې موږ له دنیاوالو سره اړیکې ټینګ کړو، څنګه له دنیاوالو سره خپل روابط ټینګ کړو، له دنیاوالو سره څنګه خپل راکړه ورکړه تجارت سمبال کړو، دا په دې پورې اړه لري. آقای استانگزی در بخش دیگر سخنانش بر اهمیت آموزش های عصری و دینی در کشور تأکید ورزیده و افزوده است که نیاز است توجه ویژه‌ای در این زمینه صورت گیرد. تعلیم و تربیه، مدارس، پوهنتونونا، مکاتب که زیانمند شوی دی، دی حالت که اسلامی امارت دا لازمه دا ضرور ده چه خپل حتی نور هم گرندهی که ترچو دا ملک لعلمی نگانه خپل پخو بانده و داره او موگه خپل ملک بسیاسو نور دنیا تا ضرورت دیوونه لن. با این حال آگاهان امور سیاسی میگویند که برای تعامل افغانستان با سایر کشورها باید پالیسی و سیاست امارات اسلامی همسو با خواسته های جامعه جهانی باشد. آنان میافزایند که گسترش روابط با سایر کشورها باعث پیشرفت کشور خواهد شد. همون تعهدات بین المللی که ما با جامعه جهانی داریم او هم رعایت نشده، باید یک بار دیگه روی پالیسی ها مرور شود و گره را از منبعی از او باید پیدا بکنه. در شرایط امروزی ایجاد روابط یکی از موضوعات بسیار مهم جهانی است. بدون روابط، بدون تعامل امکان نداره که کشورها پیشرفتی داشته باشند و مردم هم به مشکل مواجه میشه اگر تعاملات سیاسی نباشه، اگر روابط نباشه با همسایه ها و کشورهای جهان. برخی از استادان دانشگاه نیز خواستار توجه جدی حکومت در قسمت آموزش و پرورش شده و میگویند که این امر سبب تربیه نیروی کاری جوان تحصیل کرده و آگاه خواهد شد و در نتیجه باعث رفاه و پیشرفت کشور میشود. بنابراین بر حاکمان فعلی افغانستان است تا به مسئله آموزش و پرورش توجه بیشتر به خرج دهند، تا از یک طرف این اسباب پیشرفت برای جامعه رنجیده ما مساعد شود و از طرف دیگر زمینه های بر اسمیت شناختن و گسترش روابط خارجی حاکمیت فعلی افغانستان با دنیای بیرون مساعدتر گردد. در این هفته سفیر چین در کابل با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء دیدار کرده و گفته که کشورش آماده است تا دسترسی بدون تعرفه به بازارهای چین از جمله در بخش‌های ساخت و ساز و انرژی برای خطوط تعرفه 100 درصدی و افغانستان تعرفه 0 درصدی ارائه کند. چین به امارت اسلامی دسترسی بدون تعرفه به بازارهای چین از جمله بخش‌های ساخت و ساز و انرژی را ارائه می‌کند. برای خطوط تعرفه 100 درصدی به افغانستان تعرفه 0 درصدی ارائه خواهد کرد. در همین حال تاجران کشور از تصمیم چین استقبال کرده و به این باورند که معافیت مالیاتی باعث افزایش صادرات کالاهای تجاری افغانستان می شود. به نظر من معافیت مالیاتی این سبب از این می شه که صادرات ما افزایش پیدا بکنه و در پالی از او زمینی کار و اشتغال ایجاد می شه و همچنان می تانه که خلق ارز بکنه. خب حالا نیاز است که ما بیشتر تمرکز ما بالای افزایش تولید باشد، یعنی ما بیشتر تولید بکنیم و مطابق به استانداردها و معیارات بازارهای چین کالای داخلی افغانستان تولید شود تا ما بتانیم سطح صادرات خود افزایش بدهیم.
همچنان آگاهان اقتصادی بر بلند بردن سطح کیفیت تولیدات وطنی تاکید کرده و میگویند که حکومت سرپرست نیز باید بستر مناسبی را برای سایر کشورهای منطقه و جهان برای تعامل سازنده اقتصادی و تجاری در کشور فراهم نمایند. رابطه اقتصادی چین و افغانستان بیش از همه وقت بهبود یافته و این که چین اعلام میکنه که مالیات بر کالاهای صادراتی افغانستان که وارد چین میشه به صفر میرسانه یک گام بسیار مثبت است. بنابراین رابطه اقتصادی که بین چین و در 3 سال پس این بین دولت افغانستان به وجود آمده رابطه کاملا سازنده است و باور من این رابطه میتونه در میان مدت و دراز مدت حتی به نفع افغانستان تمام شود. معافیت در صادرات کالاهای تجاری افغانستان به کشور چین میتونه در راستای رشد زراعت و سایر اقلام صادراتی افغانستان از اهمیت خوبی برخوردار باشه. در کنار ازی میتونه سرمایه گذاری در افغانستان افزایش بده و سایر سرمایه گذاری ملی و بین‌المللی تشویق به سرمایه گذاری روی اقلام میشن که واجد شرایط برای صادرات به کشور چین است و این نه تنها در رشد اقتصاد افغانستان میتونه تاثیرگذار باشه بلکه در راستای فرامسازی زمین اشتغال زایی نیز میتونه از اهمیت خوبی برخوردار باشه. از سوی دیگر سفیر امارات اسلامی در نشستی در اسلام آباد گفته است که ناامنی پاکستان بر افغانستان و کل منطقه تأثیر منفی می‌گذارد و ای تأکید کرده که افغانستان خواهان روابط نیک با همسایگان خود است. افغانستان مایل به درگیری در همسایگی خود نیست، اما با یک سیاست اقتصاد محور با هدف اتصال منطقه متعهد است. وی در این نشست در مورد موقعیت جغرافیایی افغانستان، همکاری سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین، توسعه روابط افغانستان با آسیای مرکزی، روابط اقتصادی افغانستان و پاکستان سخن گفته و از دولت پاکستان خواسته که بر تسهیلات تجاری و ساده‌سازی تعرفات گمرکی تلاش کند. رابط تجاری بین افغانستان و پاکستان با چندین موانع مهم روبرو است. نبود قراردادهای تجاری مدرن بین دو کشور، سیاستهای قیمت شکنی، بسته شدن مکرر گذرگاه‌ها، محدودیت تسهیلات گمرکی، افزایش ناگهانی و یک جانبه تعرفه‌ها، بررسی غیر ضروری کامیون‌ها و موارد دیگر موانع از جریان تجاری شده است. همزمان با این برخی از آگاهان اقتصادی با انتقاد از دولت پاکستان مبنی بر سیاسی سازی موضوعات اقتصادی میگویند که امارات اسلامی باید با اعمال فشار بر پاکستان بر رفع چالش‌های ترانزیتی تلاش کند. پس راه‌های حلشان قسمی که حکومت پاکستان در مقابل افغانستان از ابزار اقتصادی خود من حیث ابزار سیاسی استفاده می کند، پس حکومت سرپرست افغانستان هم می تواند با استفاده از ابزار سیاسی و عقیدوی خود برای حل مشکلات اقتصادی خود در منطقه استفاده نماید. در جریان این هفته اویبک اوسمانوف به عنوان سفیر جدید ازبکستان در افغانستان منصوب شد. رسانه‌های ازبکستانی گفته که وی قبل از این به عنوان سفیر ازبکستان در پاکستان و مصر نیز کار کرده است. اویبک اوسمانوف دیپلمات 62 ساله به عنوان سفیر ازبکستان در افغانستان منصوب شد. او از دانشکده فیلولوژی و شرق‌شناسی دانشگاه دولتی تاشکند فارغ التحصیل شد و پیش از این از سال 2020 تا 2024 به عنوان سفیر ازبکستان در پاکستان خدمت کرده است. برخی از آگاهان سیاسی این اقدام کشور ازبکستان را بر گسترش روابط میان دو کشور مثبت خوانده، اما آنان تاکید می‌کنند که امارات اسلامی باید برای کسب مشروعیت از سوی کشورهای جهان تلاش کند. شش همسایه همشان دست به دست هم داده همکاری کنند تا مشکلی که در افغانستان هست هر چه سریع‌تر حل و فصل شود و مشکل مردم با او رسیدگی شود. امارات اسلامی باید اقداماتی را روی دست بگیرد تا که تشویش هایی که از هر ناحیه در همسایگی افغانستان وجود دارد اونا حل شود. ازبکستان خود اسلامی هست و دید اسلامی تو بود اسلامی هست برای سرکی مونگور طلبه کنید افغانان تو دکار طلبه کنید دیر نیک همه شد پکار داده چید نمیم اصلا جنوبی گواندن غربی گواندن او تاجیکستان با خانوادم ترکمنستان دیو خپل سفیران دلته د سفارت په شکل اولیږي خو په زمون کې د افغانستان د رسمیت پیژندل لپاره زمونږ مشرانو په دې قانون کې کوم خالیګا چې په دې کې
هغه به ته قانی کی چې د خلګه مونږ ګډه کوو او دنیاوال په دې قانی کی چې افغانستان پرشته. ازبکستان یکی از کشورهای آسیای میانه است که پس از تحولات سیاسی در افغانستان در سال 2021 روابط نزدیک خود را با امارت اسلامی حفظ کرد. این کشور در سالهای اخیر نه تنها که فعالیت سفارت خود را در کابل متوقف نکرد، بلکه در تازه ترین مورد اعتمادنامه سفیر امارت اسلامی به تاشکند را نیز پذیرفت. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه حکومت سرپرست گفته بود که وزارت خارجه ازبکستان اعتبارنامه سفیر جدید آنان را پذیرفته و به کارش آغاز کرده است. از سوی هم وزارت خارجه ازبکستان یک دیپلمات با تجربه آن کشور را به عنوان سفیر این کشور برای افغانستان گماشته است. اویبگ عثمانوف 69 ساله به عنوان سفیر جدید این کشور در افغانستان آغاز به کار کرده است. وی پیش از این سفیر ازبکستان در مصر و پاکستان نیز بوده است. مقام های امارت اسلامی و ازبکستان طی 3 سال گذشته بارها از یکدیگر پذیرایی کردند. و در اخیر اینکه زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای افغانستان گفته است که مسئول فروپاشی نظام جمهوریت در افغانستان ایالات متحده و نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان نبوده، بلکه اکثر از مقام های حکومت پیشین به دلیل ضعیف بودن در حکومت داری و ناتوانی در مذاکره با امارت اسلامی باعث فروپاشی نظام پیشین شدند. جمهوری افغانستان به این دلیل فروپاشید که با استثنای بسیار اندک رهبرانیان در حکومت بعد، در مذاکرات بعد و در جنگ بعد بودند و فرصت طلایی افغانستان را از بین بردند. با این حال برخی از آگاهان سیاسی میگویند که دلیل فروپاشی حکومت پیشین نبوده حکومتداری واحد بوده و اکثر مقام های حکومت پیشین به خاطر منافع شخصی خود مبارزه میکردند، نه برای مردم. برخی از آگاهان هم به این باورند که آمریکا و خلیلزاد که نقش کلیدی را در مذاکرات دوحه داشت باعث فروپاشی حکومت پیشین شدند. ما جمهوریت نداشتیم و در داخل جمهوریت چندین حکومت وجود داشت. از این سبب بود که شکست خوردن و باید شکست می خوردن، به خاطر که آنها صرف به خاطر جیب خود جنگ و مبارزه می کردن، نه مرد جنگ بودن، نه مرد صلح، نه مرد حکومت داری. ولی از آنجایی که ایالات متحده آمریکا نیز در این مسئله شریک بوده و آقای خلیلزاد که جمله مامورین برجسته ایالات متحده آمریکا بوده و نقش مهمی را در مذاکرات آن زمان داشت و آنها نیز باعث این شده که حکومت سقوط بکند و بایدشان از مسئولیت سقوط نظام گذشته نباشند خالی بکنند، بلکه در مقابل مردم افغانستان و جامعه جهانی باید جوابگو باشند. بینندگان عزیز، تشکر از توجه شما در برنامه این هفته. با برنامه بعد شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. وقت خوش. خدا نگهدار.